همراه میشم با آرش حسنی ها، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. راجع به این موارد هم با هم امروز صحبت کنیم. آقای حسنی، این صحبت های ابراهیم رئیسی در مورد وضعیت اقتصادی ایران با واقعیت ها چه نسبتی داره به نظرتون؟ واقعیت اینه که نسبتی نداره. در واقع پرداختن به معلول هاست به جای علت ها. اون یأسی که آقای رئیسی ازش یاد میکنه یأسی است که از کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی به فعالان اقتصادی تزریق میشه. در واقع اقتصاد ایران سال هاست که توان امیدآفرینی نداره و این وضعیت فعلی با اضمحلال سرمایه اجتماعی در کنار افت دامنه دار سرمایه انسانی و همینطور عملکرد نازل سرمایه گذاری فیزیکی طی یک دهه گذشته امکان رشد رو از اقتصاد ایران باز ستانده که مهمترین عامل امیدآفرینی در فضای اقتصاد میتونه باشه. موضوع پابرجا بودن مشکل نااطمینانی و همینطور عدم قطعیت هایی که در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته شاهدش بودیم، مداخلات دولت و حکومت در تمام شئون اقتصادی و فعالیت های بنگاه های اقتصادی، همگی عواملی است که در واقع قدرت امیدآفرینی، قدرت رشد اقتصادی رو از اقتصاد ایران باز ستانده و نتیجه اون همونطور که در سخنان آقای رئیسی بود یأسی است که به فعالان اقتصادی تزریق شده. آقای حسنی، به نظر این سیاست هایی که حکومت به ویژه با اختلال در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفته عملاً معیشت مردم رو هدف قرار داده، چرا معیشت مردم برای جمهوری اسلامی اولویتی نداره؟ خب کارنامه حکمرانی اقتصادی رو که در چند دهه گذشته، نه فقط ماه‌های اخیر یا هفته‌های اخیر نگاه می‌کنیم، واقعیت تلخی رو یادآوری می‌کنه و اون این که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران و به تبع اون معیشت مردم هرگز اولویت حکومت نبوده، که اگر چنین می‌بود درباره حل و فصل مهمترین موضوع مرتبط با اقتصاد، یعنی موضوع هسته‌ای، تعیین تکلیف پرونده تحریم‌ها و همینطور ارتباط اقتصاد ایران با جهان بیرون و نقش‌آفرینی در زنجیره تولید ارزش جهانی به سرعت حل و فصل می‌شد، نه اینکه بیش از دو دهه یک پرونده‌ای که چنین اثری بر روی اقتصاد و معیشت مردم داره بلا تکلیف باقی بمونه. اقتصاد در واقع در رقابت با هر عرصه‌ای در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بازنده میدان بوده، چه در رقابت با مباحث سیاست داخلی که به گردش نخبگان و استفاده فراگیر از تمام توان نیروی انسانی مرتبط بوده، و چه در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل، و همینطور چه در مواجهه با ملاحظات امنیتی که شاهدش هستیم. در دو ماه گذشته به شکل واضحی حکومت هیچ وقعی به اثرات اقتصادی اختلال در اینترنت یا سرکوبی که در خیابان‌ها به شدیدترین شکل در حال انجام هست نگاهی نداشته و موضوعش اساساً نبوده. بنابراین به نظر میرسه که اقتصاد هرگز اولویت نبوده و نخواهد بود، از این بابت خیلی براش حاکمیت مهم نیست که چه وضعیتی برای معیشت مردم در نظر گرفته بشه. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصاد از پراگ، ممنون.